صبح مثل روزای دیگه بود. دو روز قبلش من احساسی داشتم که یه اتفاقی داره میفته. حاج خانمم با من اومدن سوار ماشین شدن. موتورسیکلت بودن، یعنی دو نفر راکب بودن موتور سوار که سیاه پوشیده بودن. احساس کردم که چیزی خورد به ماشین. نفرشون ظاهراً حالا یا دستش خورد یا سعی کرده تر فریب برای من پیاده بکنه و آینه ماشین زده. اون که ترک نشسته بود به سمت من سرشو برگردون، یه جوری مثلا دستشو بالا آورد که مثلا دستم خورده. فوری تا این دستشو دیدم یه نگاه کردم بمبو دیدم. همون موقع همسرم با یه حالت برافروخته به آج خانم گفتم که بپر پایین. به این فاصله یادم میاد تو ذهنم گفتم خدایا وقت اضافه. یه دفعه انفجار انجام شد و لرزش شدید پیش اومد. ایشون البته از صورتش، یعنی خدا رحم کرده بود، اینجاش ترکش خورده بود، تو بینهاش ترکش خورده بود، دستش کاملا تا مدتی از کار افتاده بود. سر پایی مداوا شد، این مشکل خاصی مشاهده نمیشد. هشتم آذر ماه 89 خبری به سرعت در سرخط اخبار داخلی و بین المللی قرار گرفت. دو تن از اساتید علمی کشورمان هدف سوء قصدی تروریستی قرار گرفتند. دکتر فریدون عباسی و دکتر مجید شهریاری، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که سالهای متوالی در خدمت پیش برد اهداف علمی و فناوری هسته‌ای ایران بودند، در جریان سوء قصدی مشابه قرار گرفتند که دکتر شهریاری به درجه رفیع شهادت نائل آمد و دکتر فریدون عباسی مجروح گردید. دکتر مجید شهریاری 44 ساله از اساتید برجسته دانشگاه شهید بهشتی و همچنین از کارشناسان سازمان انرژی اتمی در پروژه شتاب دهنده ها بود. وی در سال 82 با همکاری دکتر عباسی انجمن هسته‌ای را تشکیل داد و سالهای متوالی وقت خود را صرف پژوهش و تدریس در دانشگاه‌های مختلف کرده بود. همسر ایشان دکتر بهجت قاسمی نیز در جریان سوء قصد حضور داشت. وقتی به دیدارشان رفتیم هنوز آثار انفجار بر چهره وی نمایان بود. باعث افتخار ملت ایرانه، گرچه فقدان ایشون به خصوص برای خانواده، برای من، برای فرزندانم فوق‌العاده سنگینه، فوق‌العاده تأسف‌آوره. ایشون پدر بسیار خوبی بود، همسر بسیار خوبی بود و فقدانش خیلی سنگینه، ولی یقیناً خیلی افتخارآمیزتر از اینه که مثلا ایشون حالا توی حادثه رانندگی یا حادثه سقوط هواپیمایی سیزه کشته میشه. اینجا دفتر دکتر شهریاری در دانشگاه شهید بهشتی است. تسلط دکتر شهریاری بر علوم مختلف وی را در زمره برترین اساتید دانشکده علوم هسته‌ای قرار داده بود. دانشجویان رشته‌های مختلف فنی و مهندسی برای یافتن پاسخی برای سوال‌های خود به این دفتر مراجعه می‌کردند. دکتر شهریاری در سال‌های 85 تا 89 4 کمیته علمی و کارگاه آموزشی در این دانشکده تأسیس کرده بود. شهید شهریاری
که صدها دانشجوی برتر کشوری تربیت کرده بود، تحصیل کرده ی دانشگاه های امیرکبیر و صنعتی شریف بود. از جمله اساتید وی دکتر علی اکبر صالحی، ریاست پیشین سازمان انرژی اتمی بود که همکنون وزیر خارجه کشورمان است. مصداق واقعا این عبارت که العلم و دین توامان افتراق احتراق، ایشون شخصیت بود که هم علم رو داشت و هم دین رو داشت، دو بال سالم داشت و با این دو بال سالم تونست اوج بگیره و نهایت اوج او شهادتش بود. از جمله نکاتی که در خصوص شخصیت دکتر شهریاری دارای ویژگی و جایگاه برتری می باشد، عنصر معنویت است. وی در خانواده مذهبی چشم به جهان گشود، همزمان با ارتقای علمی به تهذیب نفس نیز پرداخت و در این مسیر در زمره برترین های زمان خود شد. شهریاری اگر شهریاری شد که همه راجبش میگن، مال این بود که به خودش پرداخت، خودش رو درست کرد، یعنی به سمتی رفت که گناه نکنه تا واقعیات هستی رو بهتر ببینه. و وقتی که ایشون رفت به سمتی که گناه نکنه، جذابه پیدا کرد. مثل خیلی از افراد دیگه، خیلی از علما هستن، افراد صاحب معنویتی هستن تو جامعه ما که اینا با ترک گناه هست که در دل مردم میشینن. رای شهریاری این کارو کرد. دانش مبسوط و منحصر به فرد دکتر شهریاری و تلاش وی برای ارتقاء سطح فناوری مورد استفاده در فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای کشورمان، وی را به دانشمندی تبدیل کرده بود که حضورش در فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و پروژه‌های مختلف هسته‌ای تأثیرگذار بود، تخصصی که برخی آن را یک فرصت تلقی می‌کنند. برای اینکه ما این کارخونه ساخت سوخت صفحات سوخت 20% رو بتونیم ایجاد بکنیم، احتیاج به یه محاسباتی داشت و فقط ایشون میتونست اون محاسبات رو انجام بده. فقط ایشون میتونست انجام بده. خب الحمدلله ایشون انجام داد و تعداد قابل توجهی از عزیزان رو هم آموزش داد. این جالبه. بدون هیچ یک ریال این که بگیریم ما خواستیم حق و زحمه بدیم، رد کرد حق و زحمه رو. خب یعنی اگر ایشون میگفت بنده 10 میلیارد تومان میگیرم این کارو میکنم، ما میدادیم. برای اینکه کسی دیگه ای نبود این کارو بکنه. این انجام کار رو برای رضای خدا میکرد. یعنی اول نمیگفت چند به من میدید تا من این کارو انجام بدم. هیچ وقت صحبت مادی نمیکرد. هر کی مراجعه میکرد یا یه کاری داشت، یه پروژه داشت، ما حالا بریم انجام بدیم. مثلا میومد خیلی خالصانه کار میکرد. همونطور که همه در جریان هستیم، این مراسم به بهانه ارتقاء دکتر شهریاری به درجه استادی برگزار شده. هرچند که ایشون و سایر اساتیدی که در خدمتشون هستیم همیشه برای ما حکم استادی رو داشتن و دارن. دانش بسیط و استفاده از آخرین یافته‌های علمی، دکتر شهریاری را از گزینه‌های دانشگاه‌های برتر دنیا برای تدریس و ادامه تحصیل قرار داده بود. اما وی در مقابل پیشنهادهای مختلف همیشه یک پاسخ داشت. یعنی خودش اون موقعی که درسش تموم کرد، خیلی از دوستاش میگفتن چرا نمیری خارج؟ گفت میگه مملکت خودمون شد، من میرم خارج، مملکت خودمون خدمت. آخرین تصویر موجود از دکتر شهریاری در جریان مراسم تشییع دوست و همکار سابقش دکتر مسعود علی محمدی در تاریخ 23 دیماه 88 به ثبت رسیده است. دکتر علی محمدی از اساتید به نام فیزیک هسته‌ای کشور بود که در 22 دیماه 88 به دست تروریست های اجاره‌ای بدخواهان نظام به درجه رفیع شهادت نائل آمد. دکتر مسعود علی محمدی در دانشگاه تهران به تدریس فیزیک هسته‌ای مشغول بود و شاگردان زیادی را در راستای ارتقای علمی کشور تربیت کرد. نکته بارزی که شما در شهید علی محمدی و شهید شهریاری می‌بینید
اینه که اینا هر دوتا تمام مدارج تحصیلیشونو درجه تحصیلیشون در داخل کشور طی شده. یعنی میبینید آقای دکتر علی محمدی ایشون اولین فارغ التحصیل دکترای فیزیک کشور، یعنی قبل از ایشون ما دکترای فیزیکی در داخل کشور فارغ التحصیل نشد. و بعد نکته‌ای که ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که آقای دکتر علی محمدی در مدت زمان کوتاهی دانشیار شده و بعد از اون استاد تمام شده، یعنی شده یک پروفسور کامل. به خانه دکتر علی محمدی رفتیم تا با خانواده‌اش دیدار نماییم. اینجا اتاق دکتر سفر، اینجا جایی بود که تقریبا نصف از وقتشو در روز پشت این صندلی میذروندن و مشغول کاراشون بودن. این ساچمه‌هایی که رفته تو طریقه از اینجا ساچمه رفته تو به همین ترتیب اینکشون رو شکونده. اینجا هم که کتاب خونه شونه، این هم جایزه بود که جشنواره خوارزمی بهشون دادن. فکرشون اینقدر وسیع و باز بود، همیشه میگفت من 50 سال بعد رو میبینم. میگفتش که الان هیچ وقت نباید نگاه کنیم بگیم الان ما اینو داریم بسه، نه 50 سال دیگر رو باید نگاه بکنیم که این نفت تموم میشه، گاز تموم میشه، امکاناتی که هست. میگفت این بحران آب تمام دنیا رو گرفته. میگفت ما برای این آبم باید حتی یه فکری بکنیم. میگفت داره روز به روز همه کشورها رو به خشکسالی میره، این خودش یه مشکل خیلی بزرگیه که دنیا رو گرفته. میگفت همه دنیا دارن روی این مسائل دارن فکر میکنن، کار میکنن و ما هم باید کار بکنیم. و فکر میکنم همین هدف ایشون برای پیشرفت مملکت بود که باعث شهادتش شد. در 21 دی ماه 89 وزارت اطلاعات از بازداشت یکی از عوامل ترور دکتر علی محمدی که با دستور و هدایت سرویس های جاسوسی قدرت های استکباری اقدام به این جنایت کرده بود خبر داد. مجید جمالی فشی که با طمع دریافت مبلغی در اجرای طرح ترور شرکت کرده بود، پس از بازداشت ابعاد تازه‌ای از چگونگی به شهادت رساندن دکتر علی محمدی را بازگو کرد. صبح زودش من بلند شدم و طبق همون مراحلی که آموزش دیده بودیم به انبار رفتم. یه سری کارا باید روی اون جعبه انجام میدادم، روی بمب انجام میدادم برای آماده کردنش. دکتر اومدن اینجا، غذا رو از من گرفتن و رفتن به سمت ماشینشون. موتور از خونه خارج کردم و رسیدم به محلی که باید تماس میگرفتم. ماشینشون اینجا پارک بود، یه پژو سبز رنگ 405 بود. بعد اومدن اینجا بند کفششون رو سفت کردن و یه چرخ توی حیاط زدن و قشنگ خونه رو یه نگاه کردن. وارد کوچه شدم و خلوتم رو پیش از تردد نداشت. اومدن سوار ماشینشون شدم، برای بار دوم از من خداحافظی کردن. موتور رو تو پیاده رو بردم و پارک کردم جلوی در خونه. در که بستم صدای انفجار شد. شیشه های اینجا همینجور سر من داشت بریخت. به من گفتن که عملیات انجام شده، شما وسایلی که داری رو از بین ببر و برو. با دوتا دستم سر ایشون رو بلند کردم به سمت خودم کشوندم، گذاشتم سرش رو روی سینم. یهو دیدم که این بره سرش کاملا خالیه.
خانواده دکتر علی محمدی خواستار ملاقات با عامل شهادت همسرشان بودند. این دیدار صورت پذیرفت و دوربین های ما بخشی از آن را به تصویر کشیدند. خون همین بیگناه من بود که باعث شد شماها لو برید. یعنی با این روشی که کار کرده بودین عمرن شاید میتونستن شما رو بگیرن، ولی خون بیگناه هیچ وقت به هدر نمیره و پاگیر دونه به دونه همه کسایی که دست داشتن تو این کار، چه تو شهادت دکتر علی محمدی، چه تو شهادت دکتر شهریاری. من مطمئنم همه اینا لو خواهند رفت و رسوا خواهند شد. به دنبال افشای نقش سرویس‌های جاسوسی در ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان، مسئولان سیاسی از پیگیری حقوقی این جنایات در مجامع بین‌المللی خبر دادند. پیگیری که با وجود احاطه آمریکا بر اکثر این مجامع دشوار به نظر می‌رسد. خوشبختانه ما سندهایی رو پیدا کردیم و انشالله برنامه‌ای هم نوشتیم، داریم به صورت حقوقی پیگیری می‌کنیم که به هر حال این راه درازی است که میدونید بالاخره جامعه بین المللی تابع زوره و آمریکا هم بالاخره همه جا هیمنه خودش رو داره، ولی علی رغم این ما با قوت و قدرت این مسائل رو پی خواهیم گرفت و یقینا گوشهای شنوا و وجدانهای بیداری هست که بالاخره یه روزی بیدار بشن و جواب مثبتی به اون دادخواستای ما بدن. ما با پدیده ترور توسط بزرگ تروریسم عالم که آمریکاست این مواجه هستیم و اقمار آمریکا در همه ابعاد، و مقاومت بکنیم، همدلی و همراهی داشته باشیم، به همدیگه اطمینان بکنیم، خیلی وارد حریم شخصیت همدیگه نشیم، سعی کنیم احترام افراد جامعه رو حفظ بکنیم، دیانت رو تبلیغ بکنیم، هویت ملی رو تبلیغ بکنیم، مطمئنن ما پیروز میشیم. آخرین سوءقصد به یکی از نخبگان علمی کشورمان بعد از ظهر روز شنبه اولین مرداد ماه سال جاری صورت گرفت. داریوش رضایی نژاد از محققان برجسته جامعه علمی مورد سوء قصد تروریستی در برابر چشمان همسر و فرزندش قرار گرفت. وارد کوچه که شدیم من یه نفر آدم پارکینگ دیدم. اومد جلو، نفر دوم پشت در حقیقت توی کوچه پشتی پارکینگ ما ایستاده بود. شروع به تیراندازی و همسرم پشت سرم تیراندازی میکرد، همسرم افتاد سمت من. اما چرا شهید رضایی نژاد هدف این عملیات قرار گرفت؟ سوالی که همسر ایشان به آن پاسخ میدهد. تنها دلیل رو دانش همسرم میدونم و اینکه ایشون آدم توانایی بودن، آدمی بودن که وطن پرست بودن و میتونست به درد مملکتش بخوره. تنها دلیل رو من این میدونم، وگرنه هیچ گناهی نداشتن، هیچ گناهی نداشتن جز این که میتونست آدم مفیدی برای مملکتش باشه. ترور شهید رضایی نژاد در جلوی چشمان دختر خوب سالش صورت گرفت. تصویر هدف قرار گرفتن پدر ممکن است از ذهن آرمیتای 5 سال پاک شود، اما پاسخ یک سوال همیشه در ذهنش باقی خواهد بود. دخترم هر روز داره ماجرا رو، هر روز بدون استثنا داره ماجرا رو با خودش مرور میکنه.
مامان آدم بدا بابا چی کار داشتن؟ مامان آدم بدا کجان؟ خیلی بده ولی واقعا اینو من باید بگم، از بس شنیده که کار اسرائیل این قضیه، میگه که مامان اسرائیل جای آدم بداست. چهار سوء قصد در دو سال با هدفی مشترک، محروم سازی جامعه علمی کشور از نخبگان، محققین و دانشمندان، اساتیدی که تنها علم و خدمت آنها به اطلاع ایران اسلامی منجر به شهادتشان گردید. انگشت اتهام اما به سوی کیست؟ کارشناسان خارجی رژیم صهیونیستی را تنها زینف این قبیل جنایات می دانند. بیشک اسرائیل منافع زیادی در توقف برنامه هسته‌ای ایران دارند و این کار را از طریق روش‌های آشکار و پنهان دنبال می‌کنند. شواهد موجود این ادعا را ثابت می‌کند. برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد بسیار مهم است که شخصیت‌های تاثیرگذار در برنامه هسته‌ای ایران را به هر نحو ممکن از میان بردارد تا جلوی پیشرفت این کشور را بگیرد. موج ترور از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 57 تا کنون ادامه داشته است. تنها 4 روز پس از پیروزی انقلاب اولین موج ترورها علیه مراکز نظامی غرب کشور آغاز گردید و سپس با ظهور و بروز ستیزه جویان مسلح دیگر این گونه عملیاتها در عمق کشور ادامه یافت. تروریست‌ها، رئیس جمهور، نخست وزیر، نمایندگان مردم در مجلس و ائمه جماعات را هدف قرار دادند. موج دوم ترورها زمانی آغاز شد که تروریست‌ها مستقیما مردم را نشانه گرفتند و با بمب‌گذاری در اماکن عمومی و با به رگبار بستن پیاده‌روها سعی در ایجاد وحشت کردند. این گونه رفتارهای خشونت‌آمیز بیش از 17,000 قربانی ترور در کشور به جای گذاشت. شهید شهریاری یکی از پرچمداران این عنصر قدرت که علم باشه در کشور ما بود. شهید علی محمدی همینجور، شهید رضای نژاد همینجور، اینها پرچمداران علم و تکنولوژی در کشور ما بودن. یعنی خیلی به زیبایی و جالب اینجاست که عجیب، این شهیدان ما همشون جهانبینیشون جهانبینی اسلامی بود. یعنی انسانهایی نبودن لاقید باشن، بیقید باشن، یعنی فقط به دنبال علم باشن و توجهی به مسائل اخلاقی و دینی نداشته باشن. پرونده مفتوح از جان باختگان تروریسم در ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های خصمانه غرب در تقابل با ایران هرگز تغییر نیافته و تنها سوژه های ترور تغییر کردند. موج سوم ترورها که مستقیما از سوی سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل طراحی و اجرا می شوند با به شهادت رسیدن دکتر علی محمدی در سال 88 آغاز شد. کشورهایی که مدعی مبارزه با تروریسم هستند، طی سالیان گذشته تروریسم در ایران را سازماندهی، تدارک و مدیریت نمودند و در حال حاضر رأساً برای ترور نخبگان علمی وارد عمل شدند. تروریست بزرگ امروز در دنیا دولت آمریکاست. ما امروز 100 سند غیر قابل خدشه در اختیار داریم که نشان می‌دهد که دولت آمریکا پشت سر ترورها و تروریست هایی بوده است که در ایران یا در منطقه واقع شده است. ما با این 100 سند آبروی آمریکا را در دنیا خواهیم برد. آبروی این مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم رو در دنیا خواهیم ریخت. اینجا کلاس درسی است که دکتر شهریاری در آن تدریس می‌کند. گرچه او دیگر در میان دانشجویانش نیست، اما راهی را که آغاز کرده بود ادامه دارد. خور کردن جای شهید شهریاری امر آسانی نیست، اما چون شهید شهریاری خودش تعداد زیادی دانشجو تربیت کرده بود، با
با شهادتش باعث شد که این الگودهی و الگوپذیری از جانب نسل جوان ما شدت بیشتری پیدا بکنه. یعنی همه نگاه میکنن به شهید شهریاری میگن ما میخوام مثل او بشیم. مثل دوره جنگ که به ما حمله شد که یه دفعه به صورت خودجوش تو جامعه یه عده‌ای بلند شدن رفتن جنگ و میدونستن که در جنگ جانشون رو باید از دست بدن یا مجروح بشن و حال آسیب ببینن یا مالشون رو از دست بدن. ما درست بعد از شهادت مواجه شدیم با یه سری جوانهایی که اینا رو آوردن که کار شهریاری ادامه بدن. هدف ترورهای اخیر توقف و یا ایجاد اختلال در مسیر پیشرفت علمی کشور من است. دشمنان غافل از اینم که علم، تفکر و اندیشه هیچگاه حذف شدنی نیست و ترور دانشمندان نه تنها مانع از پیشرفت کشور نمی شود، بلکه خون آن عزیزان به تعهد، ایمان و ثبات دیگر دانشمندان کشورمان در مسیر اعتلاء ایران اسلامی منجر خواهد شد. باور کنید اولین قطره خونی که از داریوش ریخت، منو حس می‌کردم منو داره محکم‌تر می‌کنه، برای اینکه تشویق کنم کسایی رو که دارن تو این راه قدم برمی‌دارن که نترسید، ادامه بدید. خون داریوش این شکلیه که پایمال نمی‌شه.